شما جلساتی داشتید قبل از مثلا تاریخ شروع این کودتا با یه افرادی به خصوصی، که البته این جلسات بیشتر به صورت محرمانه بوده. در این جلسات چه کسایی شرکت داشتن؟ ما در تمام این مدت طرح کودتا گویا 3 جلسه داشتیم که در 2 من شرکت داشتم که در منزل یکی از افسرها بود این 2، و اون یکی آخری رو که اطلاع ندارم، نمیدونم تشکیل شد تشکیل نشد. اون جلسات که شما بودید کیا بودن تو این جلسه؟ در اون جلساتی که چیز کردیم من بودم، سرهنگ بهرامی بود، سرهنگ عزیز مرادی بود، سرگرد خردمند بود و سروان براتی. اون 3 آقایون دیگه نبودن تویش کدوم از این جلسات؟ نه خیر. شما کلن موافق با انجام این کودتا بودید؟ از نظر ایده خودمون؟ ایده خودتون، شخص خودتون. خب دیگه بالاخره این یه برنامه بود، و اگه برنامه بود خب من از کردم خدمتون دیگه، از یه مدتی همطور گرایش پیدا کرده بودیم در این سمت و رفته بودیم. حالا چه احساسی دارید؟ الان خیلی خوشحالم که نشدید. پیش بینی شده بود در صورتی که این طرح شکست بخوره و شما مجبور به فرار بشید به کجا برید، به چه صورت برید؟ حالا تا اون جایی که صحبت شده بود صحبت فرار زیاد عنوان نبود، ولی خب یک منطقه رو انتخاب کرده بودن که برن به اون منطقه، و از اون منطقه بازم خود عزیز مرادی چون آشنایی به این مناطق مرزی و اینا زیاد داشت گفت که من خودم هم میام و به اتفاق همه میریم به غلط براخره به یه سمتی. کجا؟ جایی تعیین نشده بود؟ در یک خونه بود در حمیدیه. نه، خارج از ایران جایی تعیین نشده بود؟ نه خیر، هیچ کجا رو تعیین نکرده بودم. قبلا تو اظهاراتتون شما گفتین که قرار بود بریم عراق، قبلا اینطور اظهاری کردید؟ عرض بکنم خدمتتون که در چیزی در رابطه با خارج شدن از مرز بودیم. بله. حالا یا به عراق یا به طبیعه خوزستان مرز دیگه غیر از عراق نداره. بله. اگه مردم و سپاه در مقابل شما مقاومت میکردن در موقع اجرای طرحتون چه عملی انجام میدادید؟ والا این طرح رو مسئله ایه که ما همش خودمونم داریم به این مسئله فکر میکنیم و رو همین اصلا میگیم این کاش نمیشد، برای اینکه نه در اون موقع هیچ پیشبینی این کار رو کردن که چه بکنید، چون تمام مسائلی که به ما میگفتن میگفتن این چه آنچنان، حالا شاید آقای براتی هم بعدش صحبت بکنه در این مورد بهتر باشه، اجازه بدین که ایشون هم در این مورد بگه که چی میگفتن. بله، همه شما من... صحبتهای خودتون بگه. بله، در اون موقع تمام صحبت ها مبنی بر این بود که این موقعی که موفقیت آمیز شد در تهران این برنامه، اینقدر تبلیغات انجام خواهد شد که دیگه به طور کلی اصلا همه مردم هم همبستگی اعلام خواهند کرد. ولی پیشبینی این که این مسائل مثلا واسه کن درگیری بی وجود بیاد و اینا زیاد به اون صورت نشده بود، و اغلبا به اون میگفتن که مثلا حفاظت و انتظامات رو برقرار بکنید که یه دفعه قتل و غارت و این چیزهای پیش نیاد. ولی خب دیگه در مقابله در یه همچین مسئله موقعی که یک واحد نظامی اومده بیرون و بعد با سلاح کامل اومده بیرون و یا همچنین درگیری به وجود بیاد، درگیر میشه دیگه. برای مرکز سپاه پاسداران چه برنامه‌ای تهیه شده بود؟ مرکز سپاه پاسداران هم قرار شده بود که یک واحد رو بفرستن به اون منطقه. البته گفته بودن که از طریق دسپول 2 هواپیما بلند میشه که تراک پخش میکنه،
و بعد به وسیله دو تا هواپیمای دیگه هم بالای سر همین سپاه پاسداران و مناطق دیگه مانور میکنه، واحدهای نظامی هم اطرافشون رو محاصره میکنن و با بلندگو اعلام میکنن که تسلیم بشه. این واحدی که قرار بوده محاصره کنن سپاهو، واحد شما بود؟ در بازم هنوز الان مسائل همه روی چیزه، در محدودی من بود، ولی من به همین علت گسترش واحد از فلان جا تا فلان جا به این ترتیب قبول نکردم اینو. به عهده کسی دیگه گذاشتین؟ به عهده گفتن، خودشون گفتن که در طرح موقعی که سرهنگ بهرامی بعدن موقعی که این مشکلات رو یه مقداری بررسی کرد، بعد سرهنگ بهرامی گفت که ما اونجا خودمون واحد میفرستیم به کمک شماها و از اونجا خودشون برن این ماموریت رو انجام بدن. شیوخ منطقه خوزستان در این جریان اطلاعی داشتن، دخالتی داشتن، همکاری داشتن؟ هر سه خدمتون، شیوخ به طور کلی که شرکت در این برنامه تا اونجایی که من اطلاع دارم نداشتن، منتها یک مسیر رو طی کرده بودین شرکت اینا. به این ترتیب بود که شما شرکت نداشتن و میگین شرکت اینا یه مسیر رو طی کرده بود. مسیرش رو از اول از بدیم بگم که چی بودی داستانش. از سوال خدمتون که من چون مدت هاست اینجا هستم با چند تا از این شیوخ اینجا آشنا بودم و دوست بودم و اینم عزیز مرادی میدونست، تا اینکه یه روزی به من گفت که با یکی از اینا تماس بگیر و ببین که اینا چه کاری برای ما میکنن. البته یه مدتی ما زیر بار این حرف نرفتیم، ولی بعدش قبول کردیم و رفتیم با منزل اینا تماس گرفتیم. بعد با منزل تماس گرفتم، خودش نبود، پسرش بود. بعد باش صحبت کردم که یه همچه برنامه رو سرنگ از موردی میگه و ما میخوام که یه تظاهرات شما به نفع بختیار انجام بدیم. یه خودی اولش اون همچین تفره رفت و منمن کرد و اینا، و بعدش گفت که من که میدونی اختیاری ندارم، بذار پدرم بیاد. و این جریان به صورت 10 روز 15 روز همینطور راکت موند، تا اینکه بعد از 10-15 روز اومد در منزل ما و بعد پیغام بود برای من که پدرم گفته که دیگه اون شیخ و شیخ بازی و اینا به طور کلی دیگه تموم شد، دیگه کسی اطاعتی از ما در اون منطقه نمی کنه و ضمناً هم خواهش میکنم که ما رو درگیر اینجور مسائل نکنه. در طرح عضوگیری شیوخ که توسط عزیز مرادی انجام شده بود، چه کسانی رابط بودند بین عزیز مرادی و شیوخ؟ بین کیا؟ بین عزیز مرادی و شیوخ. البته اینو من نمیدونم، ولی خودش اظهار میکرد که یکی از آقایون هست به نام جز اسم ببریم اسم نوری داری جریان بگیر. بند یکی از درجدارا رو میگفت که هست که با من در تماس با چیز. کدوم درجه داره؟ اسم حالا گفتن رابی. بله اینجا هستن ایشون. بله نشون بگیر. بله شما گروه های سیاسی که در کشور وجود دارن اینا چطور ارزیابی میکردید در این نقشتون و دخالت یا عدم دخالت اونا در این جریان طرحتون چی بود، به چه صورت بود؟ البته این یکی از سوالاتی بود که تو اون جلسه پیش اومد و گویا اگه درست خاطرم باشه خود منم این مسئله رو عنوان کردم اونجا، گفتم بالاخره تکلیف این گروه ها چی میشه. ایشون اظهار کردن که من در تهران که بودم، کی اظهار کرد؟ سرهنگ از مرادی در تهران در اون جلسه روی این گروه ها صحبت شده و گفتن که اینها چیزی نمی کنن، یعنی دخالتی در این کارها ندارن، یعنی مخالفت نمی کنن یا مخالفت نمی کنن، یعنی به طور کلی دیگه اقدامی برای کاری انجام نمی دن. برای مقابله با کودتا. مراکزی که قرار بود اشغال بشه یا نابود بشه در اهواز کجاها بود؟
هیچ مرکزی در اهواز قرار نبود نابود بشه. به طور کلی همه مراکز میبایست نگهداری میشد و حفاظت میشد. مناطقی رو که میبایست تصرف میشد و در اونجا ادامه پیدا میکرد، یکی همین مرکز رادیو تلویزیون اهواز بود، یکی استانداری اهواز بود، یکی کاخ استانداری بود، سازمان آب و برق بود که باید حفاظت میشد. و یک منطقه هم بود اونجا در اون منطقه خیابون کاخ به نام چیز مرکز مبارزه با مواد مخدر بود، اونجا اونجا هم قرار بود که تصرف بشه. در پرونده مسئله دستگیری تعدادی در استانداری و اعدام 17 نفر مطرح شده، این چه جریانش؟ این از مسائلی بود که عزیز مرادی در جلسه عنوان کرد، گفت 17 نفر در چیز در منطقه اهواز هستن و این 17 نفر در استانداری و در استانداری هستن و این 17 نفر هم در اون خواب چیز کاخ استانداری چیز میکنن، در اونجا هستن استراحت میکنن، که قرار بود اونا هم دستگیر بشن. مشخص نکرد اینا کیا هستن؟ نه. شما در مورد نقش این آقایون یحیی پسند و مهرابی و مردشتی هر اطلاعاتی دارید بگید، نقش این آقایون در طرح کودتا. اینا رو در طرح کودتا من نمیدونم، فقط در رابطه میدونستم که با چیز بودن، با عزیز مرادی بودن هر سه این آقایون. بله. رابطه شون به چه صورت بود، برای چه کاری بود؟ از رابطه شون از من خدمتون نمیدونم که با چه به چه منظوری اینا در رابطه بودن، ولی خب هر سه تاشون در رابطه بودن با عزیز مرادی. ارتباطشون نمیدونید راجعش چی بود؟ نه. ارتباط اون آقای چیزو میدونید که در مورد رابطه بین عزیز مرادی و شیوخ بود؟ عزیز مرادی میگفت. عزیز مرادی راجع به اون دو تا آقایون چی میگفت؟ راجب مردشتی و یحیی پسند هیچ صحبتی چیزی نکردم. شما در اظهاراتتون قبلا گفتید که برنامه این بود که وقتی تهران به اصطلاح کودتا موفق بشه در تهران، ما 5 ساعت بعد میمدیم بیرون و مستقر می شدیم در شهر، در صورتی که اگر فرضاً اینطور حادثه رخ می داد در ظرف این 5 ساعت سپاه و مردم اینا تو خیابون می ریختن و دیگه برای شما امکان نداشت که بتونید مسلط بشید به شهر. چی میگید در این مورد؟ بالا اینا از مسائل طرح غلط بود دیگه، ما هم پیش بینی این مسئله رو نکرده بودیم، تا حتی خب ایشون هم تو جلسه بودن همچه مسئله عنوان نشد. چون شما پیش بینی کرده بودید که راه‌ها کلاً بسته بشه برای به اصطلاح ورود گروه‌هایی که موافق خودتون بودن داخل شهر، چه تصمیم گرفته بودید برای ورود اینا؟ گروه‌های موافق خودمون اونو در جلسه عنوان کرد، گویا با پرچم، با دستمال گردن پرچم ایران که پیش بینی کردم، با پرچم دستمال گردن پرچم ایران و اینا وارد میشن، شناسایی میشن به این صورت. این برنامه اشغال فرودگاه که شب قبل از کودتا اجرا شد، این به چه منظور بود؟ عرض شد خدمتتون که این در اون شب من آماده باش بودم در داخل پادگاه و گردان 221 آماده بود. در ساعت تقریبا حوالی 10 یا 11 شب بود، یک تلفنگرام اعلام کردن که یه چند دستگاه هواپیما در آسمان اهواز پرواز میکنه و
حواستون باشه تیراندازی چیزی به این ما نشه. خب ما موقعی که شنیدیم رئیس رکن سومو برای تایید این مسئله فرستادن به ستاد و پیش افسر نگهبان و رفت تاییدیه این مطلب رو گرفت. بعد تا ساعت تقریبا در حدود 3 اینطوریا من دیگه رفتم اتاقم استراحت کردم. ساعت 3 دم تلفن زنگ میزنه، موقعی که گوشی رو برداشتم دم افسر نگهبان، گفت که یک گروهان از واحد آماده خواستن که بره به فرودگاه. گفتم به چه عنوانی؟ گفت که به عنوان کمک، چون در فرودگاه درگیری به وجود اومده و بایستی بریم به فرودگاه. من بلافاصله تلفن کردم با افسر جانشین صحبت کردم، افسر جانشینم گفت به همین ترتیب. باز مجددا تلفن کردم منزل فرمانده لشکر، فرمانده لشکر نبود. 3-4 تا تلفن همینطوری این پشت سر هم زدیم که ببینیم مسئله چیه و چه کار بکنیم، تا اینکه بالاخره ابلاغ کردن که سریعاً بایستی حرکت بکنید و برین و تز بکنید، که یک گروهان آماده کردیم و این گروهان رو حرکتش دادیم به سمت فرودگاه و رفتیم. موقعی که رسیدیم به فرودگاه در اونجا تعدادی پلیس، تعدادی پاسدار و یه تعداد دیگه اونجا بودن که مسلح هم بودن. بعد رسیدیم و صحبت کردیم چه خبر بوده، جریان چی بوده، گفتن اینطوریه. گفتم حالا الان کجا، در چه قسمتی؟ گفتن در قسمت پشت فنس‌های چیز فرودگاه، که بعد با اون مسئولین فرودگاه، هم رئیس فرودگاه هم افسر مسئول اونجا، من تماس گرفتم، یعنی تماس مستقیم باش داشتم. گفتم که چه کار، هر کاری که دلت میخواد من برات بکنم اینجا. گفت که گشتی بزنیم پاکسازی بکنیم. من 3 دستگاه اسکورپیان اونجا بود که دستور دادم که هر کدومشو به یه منطقه یه پلیس هم سوار کنن، همراه خودشون برن به منطقه فرودگاه رو گشتنی بکنن. و چرا تانک بردید شما؟ بالاخره گروهان تانک داره دیگه، ضرورتی داشت؟ یعنی درگیری اینقدر شدید بود که شما تانک ببرید؟ والا موقعی که میگن گروهان بره، ما مجبوریم که گروهان بفرستیم. گروهان هم تشکیل شده از یه تعدادی تانک، یه تعدادی نفربر، یه تعدادی خودرو و یه تعدادی پرسنل. این جزی از اون نقشه کلی نبود که شما در فرودگاه مستقر باشید، آماده باشید؟ در حقیقت نبود، ولی حالا اگه یه دفعه یه همچین بستگی بهش میدادن یا بستش میکردن به اون وضع، خب دیگه این یک حالتی بود که با وجود اومد.